بسم الله الرحمن الرحیم اول ترسم توفی پښوی بشری خدمتونه تنظیم کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن د خوشاله ی ورځ د زله کومه ټول منسوبین د امنیت او دفاعي قوه او د افغانستان ته مبارک باد و تاسې په ميلانه تو سرچندنه په اول درجه اظهارات په میاستو کې دا ثابت کړله چې دا خاور آزاد پاتې کیږي او دا خاور ولسواک پاتې کیږي از ای جهت ای این جهت این موفقیت بزرگه به تمام منصوبین قوا امنیتی و دفاعی افغانستان تبریک میگم و خواهش مئیس که هر کدامتان در هر صفحه که قرار دارین مراتب امتنان ملت بزرگ افغانستانه و تمام منصوبین قوای امنیتی و دفاعیتان برسانید. دوم تشکری امروز قدری که میکنیم کنیم ام قدر جمعی است ام قدر نهادهاست و هم قرد فردی است تمام ترفیات نامش گرفته نشد تمام مدالا شخص یک به یک داده نشد اما ای واقعا نشاندنده یک کار جمعی است دست هم غگیم را او واقعا ثابت هم کرله چه واحد قمانده پا افغانستان که چه مانال ورکهی تا سکرولت نگو و از جناب لویس و منصب ارشد امنیتی و منصب امنیتی ملی که مسئولیت خاص ای بخش داشتن خاصن ابراز تشکر می همتون همه خداوند داشته باشه همیشه همه تا هم هنگ باشی و سوم تسلیم می امروز درخت آزادی را خون شهدای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تازه نگاه کرده آزادی ما هدیه کدام کس به ما نیست ایره قوای امنیتی و دفاعی ما واقعا به سر و به جان و به خون خود خریدن از او جهت اول پاس از این خونه باید تمام ملت و تمام ما داشته باشیم و دوم رسیدگی به خانوادههای شهدای قوای امنیتی و دفاعی ما وجیبه ملی همه ماست موضوع دوم ما ایست که امروز ما توسعه تعریف امنیت ملی را تقدیر میکنیم و جشن میگیریم قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ثابت کردن که در دفاع افغانستان در تأمین بقای افغانستان از هیچ قربانی خودداری نکرده. و از این جهت تمام دنیا قدر ای قربانی را میدانند و اگر مثال میخواستین کنفرانس سرای ناتو در بروکسل بهترین مثالش بود از رئیس جمهور ترامپ تا آخرین سفیری که صحبت کرد از شجاعت از ایثار و از فداکاری قوای امنیتی و دفاعی ما یاد کردند و کس باور نمیکرد که در سال عبدعوم یک جنگ تحمیل شده یک اجماع قوی و همه جهانی برای تقوی قوای امنیتی و دفاعی موجود داشته باشه میره برتان تبریک می اما در پهلوی ازی چهار نقش دیگه قوای امنیتی و دفاعی ما در توسعه امنیتی ملی ما ده ای اواخر واضح شد اول ما امروز شما را بایس پاسبانای دموکراسی افغانستان عزت میتوم قدر میکنم و از پشتان تشکر میکنم نشان دادین که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان نه تنها قانون اساسی را برش وفادار هستند در تأمین آزادی های قانون اساسی نقش پاسبان آزادی مردم خود بازی می این ای موجب اعتماد دوامدار میشه اعتماد را که با خونتان کمایی کرده بودین ام دفعه با قربانیتان و بیترفی مطلقتان در انتخابات تأمین کردین در لویه لویا لاس او دا مبارک بود دوم عمل را که شما از نگاه لوجستیک انجام دادین و خاصتا نقش قوای هوایی ما را جنال سب شایب خان از امی خاطر امروز رتبه دگر اگر جنالی برتانه شد تشکر ما از تمام پیلوتای قهرمان و قوای هوایی ما وقتی که کمیسیون محترم انتخابات بر ما گفتن که در ظرف 72 دو باید مواد لازمی و غیر لازمی انتخابات به تعداد کثیر ولسوالی های افغانستان برسه مردم فکر میکردن این خواب و محال است مر پیلوت افغان همیشه نشان داده قهرمان است و قهرمانی خود دوباره ثابت کرده <applause> در هر دوی از بخش های بزرگ پیش از انتخابات انجام شد در زمان انتخابات انجام شد و در اول از نقش بسیار فعال امنیت ملی جناب ستانگ زیسه جناب قانیسه جناب آبدیسه جناب بادخان ابراز تشکر می امنیت ملی از نقش تحلیلگر به نقش عملی و همه جانبه تحصیل کننده و آماده کننده و در صفحه اول قرار گرفته و به ای اساس از اردو و از پلیس ارزرسیشان تشکر میکنم که اگر ماهنگی به باوجود آوردین یادتان از فضای حاکم که بعضا او انتخابات خو میشه خدای ناکده اونا خدای ناکدم نمیگفتن شش ولایت افغانستان سقوط خواهد کرد شما سقوط کردین نه ولایت افغانستان اگه قضاوت عادلانه دارین پاس بیایناس کویه منتی او دفاعي مو معذرت بخوایه دا دز مری نفریک دي چې افغانستان سقوط کی کته ز داخيال لري ګورتاب لرس مخ سرور کوو سنگر نه ورکو دراينول نقش سهو مکه اومده در حوادث طبیعی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان نقش بسیار بارز محافظت مردم افغانستان رو بازی کرد سیلاب که آمده اولین افراده که رفتن و مردم از سیل نجات دادن زلزله که آمده یا حوادث دیگه لغزش سنگا یا اینا این نقش در دل مردم شما را جای جایی میده و بالاخره نقش چارم محافظت پروژه بزرگ اقتصادی ما که زندگی مردم ما را تغییر خواد داد به صورت اساسی از وزارت است دلیلی که توسعه نقش امنیت ملی را میخوایم بگویم ایست که قوا امنیتی و دفاعی افغانستان نقش حیاتی خود نه, در بق... نه تنها در بقا بلکه در تأمین امنیت اجتماعی امنیت اقتصادی و امنیت آزادی بیان حق انتخاب شدن و استفاده از حقوق قانون اساسی ما تثبیت کرد مانا عزیز یک بار جنرال سب خالق خان گفت که در ست سال اقدر کوه امنیتی و دفاعی افغانستان پشتیبانی نداشته که امروز دارن امید از انوزم با من نظر باشه و از برد و همه از شما از سب سبلودین از, از جنرال سب خدایداد همه تشکر میکنم که نقش خاصی ایفا واس نقشه راهنمایی ته تشکر بزائمو ته تشکر نقطه سومه سره ما د لسباتس یو وزی په ملي تجربه خوده لې چې سبات د یو ماډل ماسوست چې مثلث ته درېځ لری ولس مسلقه او دوله تاسې دی افغانستان د ولس ریختنی اولادی. اکثریت نرانی مگر دلتا خواندی موجود او و خوند برخه به انشالله دیرتر هستی همه تان رزاکار هستیم. و هر کدام تان میتانستین پنج چند، ده چند، بیست چل چند آیه که از رای ماشتان به دست بخشای در بخشهای موجودیت شما قوای رضاکار افغانستان در اردوی افغانستان در پلیس افغانستان در امنیت ملی افغانستان نشاننده عشقتان به ای خاک به ای وطن و به میراث پدرای ماست و ما واقعا میخوایم از این نقش تشکر کنیم مردم ما سرتان باورمند شده و ای باورمندی را شما هم با خونتان هم با اصلاحاتتان و هم با دفاع از مردم تثبیت کرد هاگه او رزه که اولس خپل امنیتی و دفاعی قوای نپیزندل او ارک که به حضور دیر کمرنگ و انشالله و تالا تیرسه ویدی پس لمانه چه هر چوک دا وظیفه پلاس واخلی به بدریگی با او تاسبانده به با اعتبار و دولت بدون نقش تعیین کننده قوای امنیتی و دفاعی ما خدمات دیگر وظایف دیگه خود کلیدی خود انجام داده نمید اما ضرور بیام است و امید از برتان ثابت شده باشه که آل تمام بار تنها سر قوای امنیتی و دفاعی ما نیست بخشای ملکی ما یک قسمت زیاد باره که مسائل انکشافی است مسائل مبارزه با فقر است و غیره را بوتات میکری په اخر کله غوړم ډېر خلاص په دې ورګم چې د سر کمانډر نی آلا وظیفه زه څنګه وینم اوله تاسو باندې یوړو اول غوړم باندې نوک د انتقال لدورین دری تنه دل تک دی جنرال صاحب ماسومی جنرال صاحب بارک جنرال صاحب مراد علی خان چی ما سره دیر و گرزه دی په و سفر او که ستری سول را سره او طول و نور و سره قلوردوگان و جنرال صاحب عبدالعمید خان دی قلوردو جنرال صاحب پاینده خان نور طول محترم جنرالان تا ما معلمان بود او دا مهی چې چه ما محترم جنرالان لا هم هر اورزه او ل جناب استانګزي سپسر په گاده په حقیقت کې امام علي ماني په دې مانا او زه غواړم د افغانستان ل سرباشان ل بریدملانونو او افسران نه د زړه له کومي نهมารنه وکړم هر ورڅ چې تاسو منستر اقلیم تاسو ماته خپل مشکلات ویلي دي او په دې باورم کړی دا چې که ماته خپل مشکلات وې مشکلات تم رسیدګي اما مهمتر لري ټولنه تاسې مته د دې وطن لپاره د لیواني منې ثبوت یستې په سختو شرایطو کې تاسې هر ورځ هغه وکړل چې خلکو ویلې د امکان ورل نه دي واختې سوله مېشل سوم اما خلک ډېر خوشبينه او ویل شپګمیاستي اې تاسې سرچیندنه اې تاسې اعتماد بسر کومندانی باندې او موږ او تاسې ماډل ماوجب د دیسوله څنګه په افتخار د ولسمشې انتخاباتو ته اومدګی نسو او د ولسیجرګې انتخابات تمتای بریالي تېکل اوس په با کمیسونو پد. ازو خاطر نقطه اوله راکه ما می خویم دې نقش وګویم اعتماد سرکومندان اعلیتن سرقوي مسلحي خو ده. مثل شما به حیث نهادهای فعال از این مملکت اعتباد دارم چی قوای خاص و کماندوی ماست چی قوای هوایی ماست چی تمام قلوردوای ماست چی امنیت ملی ماست چی قطاعات مختلف پلیس ماست همه ما یک بدن هستیم. و سرمایه گذاری سر از این نهادها نتیجه اعتماد است که سر شما دارم و تشکر میکنم که پس یک اعتماد متقابله ایجاد شده که ما شما به حیث برادرها و خواهرها صحبت میکنیم و هیچ مشکل را پنهان نمی کنیم اگر تعریف فضای اعتماد وجود نداشته باشه ما مشکلات خود حل کده نمی هم, هم محدودت ها را می فهمیم هم دیدین که با تدبیر چهار سال پیش کی فکر میکرد که قوای اه, کماندوی ما دوچند شد یا کی فکر میکرد که یک قوای هوایی خود داشتیم که در دا سه سال دیگه، انشالله و تالا سه چند شده و یک نمونه واضح خواد بود یا تغییرات اساسی ره که در سر تا سر زیام ده. دوم نقش تقوی کننده سر کماندیانی هر چیزی را که من از شما میشنوم هر خلایی را که شما امرای ما شریک میکنین هر چالشی را که امرای ما شریک میکنین وظیفه وجدانی و ایمانی ماست که ما برای راه حل از کوشش کنم و بر تقوی شما اقدام کنم برادرها چهار سال پیش میگفتن از دو سال زیاتر کمک بین المللی آمده نمیتونه 15 میلیارد دلار نامد بر قوای امنیتی و دفاعی ما در کنفرانس وارسا پس در کنفرانس بروسل تا 2024 برتان تعود نشد چرا؟ از خاطر که یک فضای اعتماد ما به فضای پروگرام منظم برنامه منسجم مبدل کردیم تا بتانیم پیش بریم نقش سیوم که باید ملت وضاحت داشته باشه مدافع از قوای امنیتی و دفاعی ماست من مدافع هستم و سر از افتخار میکنم که مدافع قوای امنیتی و دفاعی ماستم چیا څنګه ماته میلیارډ کنزلي وکي یموګامنیتی او دفاعي قوت ته چاپونه ګوري دوی ته احترام لازم ده دوی باندې اعتماد لازم ده اي دوی ملات لازم ده زکات دوی به خاطر افغانستان تضميني ولستر په سيداري دله دولت کې مطلق حمایت لري او ان شاء الله تعالی نور اخ شاره افغانستان به هم اتاسی کلیدی رول باندې پوس. زکه به ما اخری وظیفه داده دا چې تاسو سیاسی نس. لوی سیاست ته امنیتی د مسلقه قوه د افغانستان معلوم ده د خار ساتل د ازادي تضمینول لوی پروژه تضمینول دا ټول امادا چموک امنیت او دفاعی قوا کښکو ورو سیاساتو ته د باگونای زکه تاسو هر څوک چې سیاست ته دا داخلي کی باید اول ټکی دای چې د امنیت او دفاعی قواو حفاظت وکړي اورباندې وړوکی مشکلات باندې پوسې اول ټول نه ډیر تر لارې د حلول لري دا غلازمیده چه لاس راونه چې په څلورو تیرو کالو کې په لاس راوړي دي دا محافظ است چهار سال گذشته یک متخصص بین المللی را و اکثریت متخصصین داخلی را پرسان میکردین که آیا مسلح افغانستان از قوت به قوت خاط رفتن سرطان به بیباری رفتار میکرد ما منزله، عمده قسمت عمده بالا شدن با کوی شامخه تایی کردیم انشالله و تعالی سر قلرا هم به دست میاریم و او به دست آوردن صبات است تأمین صلح است آوردن امنیت است و ما به روز امیدوار استم که تنها توفنگ افغانستان یا وصله که افغانستان از پیش استفاده میشه تنها به صورت مشروع از طرف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان باشه هدف اساسی تامین ثبات امنیت انحصار مشروع قوت در دست قوای امنیتی و دفاعی ماست سر ازی ملت اجماع داره موانع دور میشه انشالله و تعالی قوای امنیتی و دفاعی ما از قوت به قوت خوات رفتین بیا مننه بیا مبارکی او بیا تسلیه تل و افغانستان یشسن افغانستان زنده باد افغانستان پاینده باد قوای مسلی افغانستان